میگفتن برخی از سرمایه گذاران در حوزه نفتی به خصوص روسها دارن میان در ایران سرمایه گذاری بکنن و ایرانی هم خیلی دلشون رو خوش کرده بودن. ولی هفته گذشته اعلام شد که عراق با یک تصمیماتی که گرفته تونسته تمام اینا رو جذب بکنه و همه اینا در هم حقیقت هم چینا هم روسا. بله چینی ها اصلا چند ماه پیش اصلا اون یه ذره مونده بودن تو بازار کار اون چای مشترک، اونم بردن تو عراق. ببینید این تبلیغات باسمه ای که دولت آقای رئیسی میکنه، دو سال پیش اتفاقا چون ما خیلی بحث میکردیم تو کلاب هاست با این افراد در مورد اینی که این غنی سازی این خسارت ها رو زده، اون سردبیر رجانیوز آقای سلیمانی تیت کرد که ها ایشون گذاشتن به اسم من رو به اسم بدین بره که آقا داد ایشون معتقد بدین بره غنی سازی بدین بره نه فلان بدین. گفتم آقا شما دادی رفته، مثل اون جریان خبر رفت و خبر رفت بود که طرف تو مهمونی داشت خر خودشو میخورد میرخصید و اونا میخوندن خبر رفت و خبر رفت، این متوجه نبود چی دارن میگن. بعد که ایمون تموم شد اونا بر سوار خرش بشه گفتن آقا اونی که میخورد یه کپ میزدی دادیم رفته. الان هم اینا واقعا خر دادن رفته، یعنی که 2 تریلیون دلار از این کشور خسارت زدن. هی میگن آمار غلط. آقای وزارت نفت در 1392 در مورد حوزه انرژی بررسی کرده 1 تریلیون دلار میگه از 1382 تا 1392 ایران خسارت دیده، خسارت مستقیم و کاست اپورتونیتی، فرصت های دست رفته. این فقط در حوزه انرژی. حالا از 92 تا الان هم حساب کنید، فقط در حوزه انرژی رو شما حساب کنید برای بقیه مثلا پیشکش، ببین چه خسارتی باعث شده. بعد بهشون میگم آقا این آقای سلیمانی تیت زد چیز خبر غم انگیز برای افرادی که میگن بدیم بره، روسیه آمادگی 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفتی که حالا اومدن حتی یارو هم نیومد ایران، اینترنتی یه کارمندش اومدن امضا کردن یادتون باشه برید نگاه کنی اینترنتی. بعد چی شد؟ 10 دلار هم نیوردن. آقای ترابی میگه بله آوردن 5 میلیون دلار آوردن. حالا 5 میلیون دلار، حالا ما میگیم مثلا 5 میلیون دلار، 10 میلیون دلار آوردن. خب کجا گذاشتن؟ کجا سرمایه‌گذاری؟ الان روسا کجا رفتن این 10 میلیون دلار؟ عددی نیست. بعد که اصلا... شما گفتید رفتن روسا میرن، ببینید روسا میره جایی که دردسر کمتر داشته باشه. شما ببین روسیه میخواد تولید ثروت کنه، این پولی که الان به خاطر بحران جنگ با اوکراین محدود شده در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیاره توی مارکتی که تبدیل به ثروت بشه. خب اگه بیاره توی ایران که خود اینم تو بحران و تو تحریم نمیتونه کش بکنه. الان حتی تو هند هم روسیه میدونه نفتشو میفروشه، کش دلار نمیتونه بیاره بیرون، باید مثلا روپیه بگیره بعد کالا، یعنی مشکلات داره. خب تو عراق اینو راحت تبدیل به نقد میکنه، میدونی چی میگم؟ بعدم مقررات بوروکراسی که تو ایران وجود داره تو عراق وجود نداره. بعد آفرای بهتری میدن عراقی ها برای که نیرو متخصص ندارن، عراقی ها نیرو متخصصشون چون ندارن آفرای بهتری میدن به خارجی ها. حالا روسا رفتن اونجا نیروهای ایرانی هم بردن اونجا، یعنی در حقیقت یعنی نه تنها نمیدن تو ایران سرمایه گذاری کنن، سرمایه برده تو عراق، نیرو متخصص ایرانی هم برش برد تو عراق، دوباره ضرر زدن. چینی ها الان همینجور، چینی ها میده چند ماه پیش کلن تمام اون شرکت چیز کلن ترک کرد رفتش عراق.